سلام، خیلی خوش اومدید. خوش اومدین. نظر شما در این مورد چیه؟ خب من خیلی مهمه که به عنوان یک انسان همیشه در مورد مسائل مهم ما به قول اینا انگیج باشیم. خب رول فامیلی دنیای غرب هم میفهمیم دیگه، اینا تو مسائل سیاسی دخالت نمیکنن به خاطر اینکه میخوان بگن ما فقط یه سمبولیم. بله. و همه رو میذارن به عهده سیاستمداران و سیاست مردان و سیاست زنان که خودش زیبایی خودشو داره. اما در مورد مسائل اجتماعی من فکر میکنم خیلی مسئله مهمیه که این مسئله اجتماعیه و به راحتی کردن این کارو خیلی زیرکانه و خیلی زیبا با لباس تیره و کمر مشکی کار خودشو کرد. من شخصا فکر میکنم مسئله اجتماعی بسیار مهمه و ما باید انگیج باشیم در یه جورایی واقعا هم صدا بوده دیگه و کرده این کارو. اما موضوعی که میخوایم صحبت کنیم، خیلی ها خواهش کردن که چرا ادامه ندادیم اون، چون مدت کوتاه است. مسئله خودشیفته رو خیلی علاقه من بودن. یه عذرخواهی میکنم برای اینکه رو وبسایت دوباره الان هست، رو وبسایت اشتباه شده بود، رو وبسایت هست. این ربط داره. ببین اگه دقت بکنین تو تمام 6 سال و نزدیک 7 سالی که من دارم با شما با تلویزیون کار میکنم، همه چی رو پشت سر هم یه حالت سیستماتیک اومدم جلو و ربط داره به هم. و این موضوع رو مخصوصا انتخاب کردم چون ربط به خودشیفتگی داره و شما رو هم راضی میکنه. آه چه جالب، پس ربط به موضوع هفته گذاشتم داره. دقیقاً. در مورد گیم ها، اریک برن که کانادایی بود، یک سایکایتریست کانادایی بود، روانپزشک کانادایی بود، از فروید کمک گرفت، از تئوری فروید که ایگو، سوپر ایگو، ایده یا نهاد خود و فراخوده، از اون ایده گرفت و سال 1950 این تئوری تجزیه و تحلیل متقابل رو درست کرد و یک کتابی هم در آورد ازش در مورد پیپل پلیز گیم، پلی گیمز. این پیپل پلی گیمز 5 میلیون نسخه فروخت. اینقدر جالب بود و اینقدر ساده بیان کرد. ببین من اگه دقت کنین ساده بیان میکنم مسائل روانشناسی رو، چون روانشناسی خیلی پیچیده است، آدم به زبان خودش هم وقتی میخونه سخته براش متوجه بشه. و اینم دقیقا همین کار کرد و منم هم سعی میکنم حتی از اریک برن ساده ترش هم بکنم که همه ما متوجه بشیم، برای اینکه شما نمیدونین چقدر این تأثیر گذاره رو زندگی فردی خودمون، خانوادگی، اجتماعی و حتی سیاسی ما و فرهنگی ما. وقتی نگاه میکنیم به ترانزکشنال آنالیسز یا تی ای، ببینیم که 3 بیس شخصیتی رو انتخاب کرده، یعنی والد یا پدر مادر، بالغ و بعد کودک. اگه با دقت بیشتری نگاه کنیم، ببین ما با همین، با این 3 مینیمم، با این 3 شخصیت بزرگ میشیم. تو فرهنگ ما بیداد میکنه. دیدی یه بچه یه دفعه مثل خانم بزرگا صحبت میکنه، دستور میده، به باباش دستور میده، به مامانش دستور میده، یا لباس بزرگونه میپوشه، یا لباس بزرگونه میپوشه، اداهای بزرگا رو در میاره و خانواده هم کیف میکنه، لذت میبرن، میگن که چقدر ماشاءالله، چقدر این بلاست، چقدر این فهمیده است، مثلا مثل 10 است، مثل 15 است، بزرگتر است یا بزرگتر است نشه ماشاءالله. یه کلیپی بود که یه دختر کوچولو کار تراپی رو میکرد ده سالش بود، چند تا کلیپ هم ازش گذاشته بودن که مثل یه روانشناس صحبت میکرد که با شوهرت نباید اینجوری بکنی، با شوهرت باید اینجوری رفتار بکنی، دقیقا انگار از مامان بزرگش تقلید کرده بود. یا دیدیم بعضی وقتا بچه رو که یه دفعه میره توی خیابون یا توی فروشگاه یه چیزی رو میخواد، میگن نمیخریم، گریه میکنه، خودشو میزنه زمین، انقدر شلوغش میکنه، خودشو میزنه، مامان و باباشو میزنه، اینا رو هم توشون دیدیم. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم کودک شخصیتش همون 7 اول که خود اریک برن در مورد نمایشنامه صحبت میکنه، این 7 اول چه نقش بسزای 70-80% شخصیت ما رو شکل میده. پس این 3 توی ما رشد پیدا میکنه. اما وقتی بزرگ میشیم، مصیبت اینجاست که وقتی بزرگ میشیم این شخصیت ها با ما هم رشد کرده دیگه، با ما مونده. خیلی وقتا دیدی یه آدم بالغ رو میبینی که عین کودک برخورد میکنه،
یعنی اصلا بلوغش رو توش نمیبینی. یا همین الان یه چیزی تو گفتی، بعضی وقتا من توی تو میبینم مادری میکنی واسه سحر. اینجوریش کردن اینجوریش کنم چرا گردن درگه موازه بشم آره آره. حالا این خیلی جالبه، نمیدونم، من چند تا عکس فرستادم، امیدوارم که آماده باشه عکس‌ها رو بذاریم. حالا از هفته آینده سعی می‌کنم عکس‌های بیشتری بذارم که بهتر متوجه بشیم. خیلی ببخشید، من یه سوال برام پیش اومد که این کسایی که اینجوری توی اون 7 سال به قول شما خیلی بزرگونه حرف میزنن و خیلی خانومن یا آقان، خیلی دوست دارم بدونم بزرگ بشن، این ادامه دار میشه براشون؟ آره، معمولا ببین، چون خیلی سوال عمیق روانشناسی کردی، دو حالت پیدا میکنن، یا همیشه مادر بزرگن، بابا بزرگن، همیشه ادای هم خیلی بزرگانه در میارن، یا اینکه چون کودکی نکردن یه دفعه کودک میشن وقتی بالغ میشن، حالا میخوان اون کودکی و نوجوانیشون رو چون تجربه نکردن و اجازه تجربه نداشتن، اونجاست که ممکنه خودشون نشون بده. بچه باید بچگی کنه. دقیقاً. حالا ما پدر، اگه ما عکس اون عکسی که گفتیم متاسفانه هنوز آماده نشده. اولین فرصت که آماده شد من به شما اطلاع میدم. اطلاع بدین. حتما اطلاع. چون اگه با عکس باشه، مشکل توی سیستم یه مشکلی هست که قابل پخش حتما. نیست. چون با عکس خیلی راحت‌تر متوجهشون میکنم. ببین، خود والد یا پدر و مادر بالغ و علی اینجوری نگاه کنیم، میگه دایره شما که تو خونه هستین سه تا دایره زیر بکشین، روی صفحه بکشین، سه تا دایره هم اینور بکشین، چون می‌خوایم ما دو نفر صحبت کنیم، توی دایره وسطی بنویسین والد، بالغ و کودک. بالغ میشه والد یعنی پدر مادر، بالغ میشه بالغ دیگه، بالغی. ببین کودکی تو خیلی کودک، خیلی این بچه ما، این بچه اینر چایلد، فعال این کودک درون من درجو میدونه. آره، پایینش هم چایلده. حالا نصف اون والد و نصف مخصوصاً چایلد و مخصوصاً والد، اگه از وسط یه خط بکشیم، این ورش رو من می‌نویسم مثلا پدر یا مادر اصولی، این ورش رو می‌نویسم پدر یا مادر غیر اصولی. این ورش رو می‌نویسم برای بچه هم همینطور، پدر و مادر غیر اصولی، بچه غیر اصولی، بچه اصولی. چرا سادهش کردم؟ برای اینکه متوجه بشیم ما پدر مادری داریم که پدر مادر اصولی هستن، برخورد اصولی میکنن. یه پدر مادر دیگه داریم که برخورد غیر اصولی از کودکی با کودکشون میکنن، که حتی با بالغ با بچه بزرگشون هم همین رفتار میکنن. مثلا اگه یه اشتباهی میکنه، تو همیشه اشتباه میکنی، تو آدم نمیشی، کی میخوای بزرگ بشی، صد دفعه اینو شکوندی، صد دفعه جا گذاشتی کلید تو، این دائما حالت کریتیکال یا حالت تحقیر و انتقاد دارن ازش. این پدر یا مادر، پدر مادر غیر اصولی هم به نظر من، چون دارن کودک خودشون رو له میکنن. حالا مسئله خیلی مهم اینه که والد یا پدر مادر معمولا با فکرش رفتار میکنه، با فکرش بالغه به الان نگاه میکنه، کودک اکتسابه. بعد همه چیزی رو که کودک یاد گرفته، انسان یاد گرفته، از همون والده یاد گرفته، درست. از همون محیط یاد گرفته. فرقش با بالغ اینه که بالغ اصولی سعی میکنه دیگه کاری به اون یادگیری های منفیش نداشته باشه، حالا به عنوان یک بالغ میخواد اصول و اخلاق رو یاد بگیره و سعی میکنه برخوردهای اصولی بکنه. اما یه بالغ غیر اصولی اینو نمیتونه درک بکنه، به خاطر این یه دفعه میپره میشه خودش والد یا پدر مادر یا میشه کودک، که اینو توی روابط که مخصوصا مسئله خودشیفته بود ما فراوون میبینیم که یک انسان خودشیفته دائما تحقیرش میکنه، دائما توهین بهش میکنه، تهمت بهش اصلا میزنه و وقتمونم تموم شده. بله، متاسفانه صحبت های شیرین شما اونقدر 100%. مرسی از شما، ممنون.